سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز. خوشحالم من اینکه یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه چهره‌های برتر. در خدمت یکی از استادای بزرگمون خانم حقشناس هستیم. خانم حقشناس، به برنامه خودتون خیلی خوش اومدین. سلام میکنم خدمت شما. لطف کنید خودتون رو معرفی بکنید، بعد یه مقداری هم از کاراتون برای ما توضیح بدید. خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستیم و حقشناس هستم در خدمت شما. خواهش میکنم خانم حقشناس، خیلی خوش اومدید. تشکر. مرسی اینکه دعوت ما رو قبول کردید. میشه لطف کنید بگید که تو چه کاری بیشتر مهارت دارین؟ البته من یه مقداری اطلاع دارم در رابطه با کار شما. میدونم که برنامه‌های چهره‌های برتر همینجوری چهره‌ها رو معرفی نمی‌کنه. پس یه حسنای خاص خودشونو دارن که تشریف میارن تو این برنامه، خودشونو معرفی می‌کنن. میدونم که کار عروستون در سطح خیلی بالایی هست. ما هم دوست داریم از آموزش‌های شما برخوردار باشیم، هم با سابقه کارتون که برامو توضیح بدید که اصلا رمز موفقیتتون چیه. حتما کسی اینجا یه نقشی داشته که شما انقدر موفق هستید. خواهش میکنم. من بیشتر تخصصم رو کارای عروسه و دوست دارم کارام روز به روز جدیدتر باشه. ما شنیدیم که کار عروس شما خب خیلی بالاست، مهارت کاریتون هم بالاست. میشه رمز موفقیتتون؟ شنیدم که استادتون مادرتون بوده، اگه درست اطلاع داشته باشم. بله. میشه در رابطه با مادرتون یه مقداری برام توضیح بدید؟ چون استاد ما میشه خواهش میکنم، میتونیم خیلی استفاده بکنیم. خواهش میکنم. من 22 سال سابقه کار دارم و این موفقیتم و مدیون مادرم هستم و این موفقیتم و مدیون مادرم هستم. اینجا جا داره از ایشون تشکر کنم. خب منم تبریک میگم به همچین مادری که همچین استادایی رو پرورش دادن. ما در خدمتشون باشیم، بتونیم از کارهاشون، از تجربهاتی که دارن استفاده بکنیم. خب ما خیلی از استادامو تعریف کردیم. من که خودم واقعا کارامو مدیون استادام میدونم، همیشه دستبوس استادام هستم، که چه بهتر شما استادتون مادر گرامیتون هستن. خوش باید. خب میشه رمز موفقیتتون بیشتر این که شما تو کجاها میرید برای دوره؟ آیا تو کشور خودمون بیشتر دوره هایتون سفری میکنید یا برای دوره هایتون کشورهای دیگه هم میرید؟ بله، من رمز موفقیت من فکر میکنم این باشه که دوست دارم کارام به مد باشه، به روز باشه و سعی میکنم از کشورهای خارجی کمک میگیرم، از اساتید. خب میشه شما بیشتر در رابطه با کارتون برام توضیح بدین؟ به جز کار عروس تو چه کارهای دیگه تخصصتون بالا هستش؟ آیا کسای دیگه با شما کار میکنن یا نمیکنن؟ من تو کار شنیون، هرکات، رنگومش. خانم حقشناس، میبینید این دخترهای خوشگل ما یا خانمهای خوشگل ما چقدر قشنگشون آرایش میکنن؟ میبینید چه هنری تو دست این ایرانی ها هستش؟ دقت کردید؟ من فکر میکنم جاهایی که میرید، من فکر میکنم بیشتر به کمک همین برنامه باشه. خواهش میکنم. همه خانم ها دیگه استاد شدن برای خودشون. بله، چون من با بچه های کوچیکم که صحبت میکنم، پامشن آموزش هایی که در رابطه با مکاپ هستش دارن مکاپ کار میکنن، برای خودشون آموزش گذاشتن، دارن کار میکنن برای خودشون. خب بیشتر راجع به فعالیتتون کجا مشغول هستید؟ کارتون رو چه پایه هستش؟ آیا تو کار فشن و اینا هم شما هستین؟ کاری که بیشتر الان خانوما بیشتر رو مد پیش میرن. بله. و اگر فشن مد باشه، فشن کار میکنیم. بله. هر چیزی که مد باشه و در ضمن به چهره مشتری هم بیاد این کارامون. بله. پس در درجه اول چهره مشتری چهره شما. بله. مهم هستش که چهره مشتریتون رو در نظر بگیرید، جامعه چهره رو بشناسیم. بله. و مانوری که پس رو... چهره شناسی در پایه کار اول شماست. 100%. بله. خانم حقشناس عزیز، در پایان برنامه هستیم.
میخواستم ببینم اگه صحبتی مونده، اگه صحبت خاصی دارید برای بینندگان عزیز ما بفرمایید که میخواییم بریم رو کارهای عملی شما، شاهکارهای شما رو ببینیم. خواهش میکنم. من هم از تمام عوامل این برنامه تشکر میکنم، از شما هم تشکر میکنم که منو دعوت کردید تو این برنامه قشنگتون و از عروس خانوما هم میخوام که در سالن منتظرشون هستم با کارهای جدید ایشالله. من هم تشکر میکنم از اسپانسر برنامه که ما رو یاری کردن تو این برنامه. تا برنامه‌ای دیگه، تا چهره‌های دیگه، شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار. سلام می‌کنم خدمت بینندگان عزیز. ما برگشتیم در خدمت خانم حقشناس هستیم با یه کار عملیشون. خوش اومدید خانم حقشناس. ممنون، تشکر. خب در خدمتتون هستیم. میخواید چه کاری رو برام انجام بدید؟ اگه سلام علیکی داریم با بینندگان عزیز بکنید، کارتون رو برام شروع کنید. منم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. با یه کار سایه خطی در خدمت هنر دوستان عزیز هستیم. خواهش میکنم. مرسی، شروع بکنید. خواهش. خب خانم حقشناس، پاکسازی چو کردین؟ چی با کردین؟ میخواییم بیشتر توضیح بدید که میخوایید چی کار بکنین؟ ما قبل از زیرسازی سایه پاکسازیمون انجام دادیم. بله. و الان زیرسازی گیریممون رو داریم انجام میدیم. میخوایید الان رویشون مکاپ بکنید یا گیریم؟ گیریم. زیرسازی سایه‌شون رو بله انجام میدیم. خب حتما این کارتون باید با انگشت بشه و به طور ضربه‌ای کار بکنید. بله، بیشتر جذب میشه. بله، پس انگشت واقعا معجزه میکنه تو کارهای ما. من بله. بیشتر کارهای فیدم با انگشت هستش. بله. دردن چربی اضافی. بله، چربی اضافی رو میگیرید. بله. چون اگه چربی داشته باشه سایمون به مرور بریده بریده میشه. بله. خب برای دوام بیشترش هم من فیکس هم استفاده میکنم. بله. شما سایه کار خطیه. بله، بیشتر مناسب برای چشمایی که نزدیک هم هستن. بله. چشما رو با این سایه چشما رو دور میکنیم، چشمایی که خیلی نزدیکه. بله. بله، پس کشیدن خط چشمم تو این کارتون خیلی بد مهم باشه. بله. الان با خط چش خشک دارید کار میکنید یا با خط چش معمولی؟ معمولی. معمولی دارید کار میکنید. هر راهیمون رو انجام که دادیم سایمون رو از سایه استفاده میکنیم، سایه مشکی. طراحیمون که تموم شد سایه مشکی استفاده میکنیم. سایمون رو با سایتون خشکه؟ بله. بله. فیدش میکنیم. همین طرحی که زدیم همینو با سایه مشکی دوباره فیدش میکنیم.
خب این سایه برای چه نوع چشمایی مناسبه؟ چشمایی که فاصله چشما نزدیک هم باشه این سایه کمک میکنه دورتر نشون داده باشه. رنگ صورتی انتخاب میکنیم. سایه همونو یه مقدار کاملش میکنیم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم. برگشتیم، خانم حق‌شناس مقداری سایه هاشون رو کامل تر کردن. بیشتر میخوان برامون توضیح بدن که چیکار کردن، بفرمایید. بعد اینکه سایه‌مون رو فیدش کردیم، بله، شروع میکنیم پلکمون که متناسب با این سایه هستش، مارک جیول مجاهاتون. بله های نگاه کنیم. خانم حق‌شناس می‌بینید چقدر حالت فنریت داره؟ بله، خیلی هم واقعا کاملا طبیعی هستش. البته الان شما از نوعی که استفاده کردید حالت فشن رو داره. بله، متناسب با این سایه است. بله، این پلک باعث میشه چشما کشیده تر رو به بالا نشینه. بله. چسب خود ژول هم بله. استفاده می‌کنید. بله. خیلی مارکش عالیه. خوبه، چسبندگیش. بله، کارشناسای ما باید بیان نظریه بدن ببینیم. بله. واقعا نظر ما رو. نه، چسبندگیش عالیه. عروس خانم ها تا میتونن گریه کنن شب عروسی. اصلا جدا نمیشه. نباید گریه کنن. اصلا جدا نمیشه چسب. بیشتر عروس خانوما نگران اینن که پلکشون جدا نشه، سایه‌شون به هم نریزه. با این چسب مطمئنیم. گوشه پلکمونم برمیداریم با قیچی، گوشه داخلی. من به کمک چسب پلک عروس خانم رو به موج مصنوعی رو به بالا فید میکنیم که کاملا دیگه مطمئن باشیم. یعنی دوتاشون به چسب هم دیگه. خب این که از نیم رو خم قبلش با چسب بهتره. من رو تجربه‌ای که کسب کردم تو این چند سال با چسب بهتره. از نیم رو خم بیننده که از نیم رخ نگاه میکنه قشنگ دیگه دو تیکه نمیشه. بله، دو تیکه میچسبه به هم دیگه. و مطمئن تر میشیم که دیگه پلکمون تکون نخوره تا آخر مجلس. پرپشتر هم دیده میشه. و این گوشه های خارجی پلکا بله. به کمک چسب میاریم بالا. پس بینندگان عزیز ما، هنرجویان خوب ما میتونن ببینن که این چسب چقدر میتونه کمک بکنه رو مژه های زیرین که پرپشت‌تر دیده بشه.
چون موجه ها پره خانم عزیزی، اگه بخوایم از ریمیل استفاده کنیم تقریبا سنگین میشه و خیلی مصنوعی نشون میده. بله. اینجوری طبیعی تره. شما بیشتر توصیه میکنید که این موجه ها رو چه موقعی استفاده کنن؟ بستگی به مجلسی که خانم میخوان تشریف ببرن. بله. حالا هر موجه کارایی خودشو داره. بیشتر نسل جوونمون دوست دارن. بله. چه موجه هایی برشون کار باشه. مناسبت هایی که خانم ها میخوان تشریف ببرن و نوع آرایش، فرم چشما، برای هر کدوم جداگانه استفاده میکنیم. خب ما میریم یه مقداری برنامه‌مون رو کارمون رو کامل‌تر میکنیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم. برگشتیم، در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. خانم حقشناس مقداری کاراشون رو کامل تر کردن، برای ما توضیح میدن که دارن چی کار میکنن. کار گونه گذاری انجام میدیم برای مدلمون. انجام دادیم؟ بله. بله. زیر سازشون رو انجام دادیم. برای برجسته کردن گونه از پودر طلایی خیلی روشن برای گونه مون استفاده میکنیم، برجسته تر نشون میده کارو. چشمتون رو ببندید. ترکیب میکنیم با رژگون، رنگ رژگونمون ترکیب میشه. کار رژگونمون تموم شد. مدلمون لبه بالاشون کوتاه‌تر از پایینه. سعی می‌خوایم برجسته کنیم لباشونو. یعنی لب‌سازی داریم. بله. خط لبمون رو بیرون می‌کش، بیرون‌تر از لب خط لب خودش رو می‌کشیم. لب می‌تونیم گوشه‌های خارجی رو پررنگ‌تر و داخلی رو روشن‌تر بزنیم. لب برجسته‌تر. میشه بگیم گوشه‌های خارجیش دقیقا کجا رو؟ همین هست که بینندگان عزیزم رو بدونه. اینجا رو باید؟ بله، این قسمت رو پررنگ‌تر از بله. وسط لب می‌زنیم. گوشه خارجی منظورم اینجا بود خانم عزیزم. بله. این قسمت رو رنگ رژمون رو روشن‌تر انتخاب میکنیم. چیه شما رژ به قلمم توضیح بدید که چقدر تو زدن رژ به ما کمک میکنه تو جذبش، تو فیکس کردنش؟ خیلی قلم مهمه. بله. همونطور که برای خط چشمون خیلی کارایی داره، برای رژ هم خیلی کارایی داره. برس رژ لبمون هرچی برس نرم‌تر باشه بهتر، خط و خطوط ایجاد نمیکنه. واقعا کارش عالیه خانم عزیزی. برسا سلام باشید. ممنونم. خیلی لطف کردید. یکی از کارهای خانم حقشناس دیدیم، امیدوارم که مورد پسندتون باشه. تا برنامه دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. بریم.
این مکاب خلیجی رو میخواییم تبدیل کنیم به مکاب چی؟ اگه شما گفتی به مکاب چی؟ حواست خوشم بود. چهره های بدتر نوشتی یا نوشتی که دیگه بخم به خدا رو رفت میکنم. نه قبل ندارم نباسته. آخه این میدیری اینجوری به زیرنویس بوتای منو می‌دید. 3 2